به نام خدا. سلام بچه ها، امیدوارم هر کجا هستید حالتون خوب باشه. امروز هم طبق روال سابق میخوایم بریم سراغ فیلم تشریحی فصل حد و پیوستگی که به همراه همکارم آقای شعبان‌علی طبق اون روال جلسات گذشته میخوایم این فصل رو کار کنیم. به نام خدا. بچه عزیز، منم سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تنتون سلامت باشه. میریم سراغ درسنامه و آقای لشینی. خب بچه‌ها ببینید، راجع به فصل حد و پیوستگی ما اولین چیزی که میخونیم تعریف همسایگیه. خب میگیم بازه آتابی رو یک همسایگی عدد x0 میگیم. هرگاه این x0 داخل این بازه باشه، مثلا میگن آقا بازه 1 تا 5 مثلا همسایگی عدد 2، همسایگی عدد 3، همسایگی عدد 4، یعنی عدد داخل بازه قرار بگیره. خب پس وقتی میگم مثلا یه بازه همسایگی یه عددیه، یعنی عدد داخل اون بازه است. حالا اگه خود اون عدد رو از داخلش بیاریم بیرون بهش میگن همسایگی محذوف. خب محذوف یعنی حذف شده. مثلا اینجوری میگه از 1 تا 5، خب یعنی مثلا همسایگی عدد 2 هست چون تو خودش 2 داره. حالا اگه اینجوری بذاریم میگیم اطراف 2 رو داره ولی خود 2 رو نداره، اون موقع دیگه میشه محذوف عدد 2. خب پس ببین الان مثلا 1 و 5 خالی میشه همسایگی عدد 2، حالا مثلا 3 و اینا میتونست باشه، این میشه همسایگی محذوف عدد 2. خب مثلا سوال ببینید، میگه به ازای کدام مجموعه مقادیر x این بازه یک همسایگی عدد 3 است. بچه‌ها وقتی همسایگی اینه یعنی داخلش قرار گرفته دیگه، گفتم یعنی از a بزرگتره از b کوچیکتره. پس ما میایم میگیم آقا 3 از x به اضافه 1، این ورش هم 2x منهای 1، 3 بین این دوتا قرار میگیره. حالا برای حلش یه بار میام اینو حل میکنم، یه بار میام اینو حل میکنم، جدا جدا هر کدومو به صورت جداگونه حل میکنیم. نگاه کنید، مثلا اینو اگه من بخوام حل کنم میگم x به اضافه 1 کوچیکتر از 3 و x کوچیکتر از 2. این یکی رو بخوام حل کنم 2x منهای 1 میاد این طرف میشه 4 2x و از اینجا xمون میشه بزرگتر از 2. خب یکیشون میگه بزرگتر از 2، یکیشون میگه کوچیکتر از 2. ما مجموع جواب اون چیزیه که تو هر دوتا شرط صدق کنه. بچه اعداد بزرگتر از 2 و کوچیکتر از 2 هیچ اشتراکی ندارن. خب نگاه کن، اگه بخوام نشونشون بدم روی محور، یکیش بزرگتر از 2 یکیش کوچیکتر از 2، اینا چون اشتراک ندارن اشتراکشون توهیه. پس میگیم آقا این الان هیچ عددی براش وجود نداره. حالا مثلا ممکن بود اشتراکشون بشه یه بازه‌ای، میگفتیم خب x مثلا میشه این بازه‌ای که اینجا نوشته شده. خب بعدی باقی مانده چند جمله ای، اینجا هم 2 بودا، باقی مانده چند جمله px بر ax به اضافه b. یه چند جمله میدن میگن مثلا به یه درجه 1 بخش پذیره. خب یا اصلا باقی موندهش به اون چی میشه؟ شما ریشه این عبارت رو میگیرید، به مثلا ax به اضافه b ریشه‌اش چیه؟ منفی b به روی a، و دقیقاً همونو به تابعتون میدید. خب حالا اگه جوابمون 0 شد میگیم بهش بخش پذیره، اگه 1 شد میگی باقی موندهت 1، اگه 2 شد میگی باقی موندهت 2. اینو از من بپذیرید، هر وقت یه چند جمله رو به درجه 1 تقسیم کردیم حتما جوابش یه چند جمله درجه صفره که در اصطلاح بهش میگن یه عدد خالی. مثلا به درجه 2 تقسیم کردیم حتما این قسمت باقی مونده نهایتا مثلا میتونه درجه 1 باشه، اینجوری یه دونه درجهش همیشه پایین تره. خب اینو با یه مثال بگم شاید خیلی راحت تر متوجه بشید. گفته باقی مونده تقسیم اینو به x به نهایت پیدا کن. هر وقت باقی مونده رو به یه درجه 1 خواستید، بچه ها میایید ریشه این عبارت رو میگیرید، الان ببین x منهای ریشه‌اش چیه؟ 1، و 1 رو به تابع میدید. پس باقی مونده من میشه این، میشه پی 1. خب پی 1 یعنی جای x مون 1 بذاریم، میشه 1 به توان 3 2 تا 1 به توان 2 به اضافه 1 که اینجا میشه 1 به اضافه 2 به اضافه 1 مساوی 4. خب تقریبا درسنامه قسمت اول تموم شد، حالا دیگه کم کم میخوام بریم سراغ حل تمریناش با آقای شعبان علی. من سفر رو براشون بیارم. آقای شعبان علی خدمت ممنون. شما ممنون. خب بچه ها میریم با هم دیگه سراغ تمرین شماره 1، ببینیم بهمون چی میگه. تمرین اول به هم گفته آیا چند جمله ی جی ایکس بر x به علاوه 1 بخش پذیره یا نه، یعنی ببین باقی موندمون 0 میشه یا نه.
من میخوام چون تمرین اوله این رو به صورت کامل براتون تقسیم بکنم. بچه ها جی ایکس من برابر شده با دو تا ایکس به توان 3 به علاوه ایکس 2 به علاوه 1 تقسیم بر ایکس به علاوه 1. ما میخوایم این رو تقسیم بکنیم. میدونیم به این آقا میگیم مقسوم، به ایشون میگیم مقسوم علیه. بچه ها روش تقسیم همیشه اینجوری بود، میگم گنده مقسوم به گنده مقسوم علیه، دو تا ایکس به توان 3 تقسیم بر ایکس بشه میشه دو تا ایکس به توان 2. بچه ها دو تا ایکس به توان 2 ضرب در 1 میشه دو تا ایکس به توان 2، دو تا ایکس به توان 2 ضرب در ایکس میشه دو تا ایکس به توان 3. میخوام اینا رو از همدیگه کم بکنم. دو تا ایکس به توان 3 منهای دو تا ایکس به توان 3 با هم میرن، ایکس به توان 2 منهای دو تا ایکس به توان 2 میشه منفی ایکس 2، به علاوه یکش هم میاد پایین. بازم گنده مقسوم به گنده مقسوم علیه، منفی ایکس 2 تقسیم برای این ایکس بشه به همون چی میده؟ به همون منفی ایکس میده. بچه ها منفی ایکس ضرب در 1 میشه منفی ایکس، منفی ایکس ضرب در ایکس ایکس میشه منفی ایکس به توان 2. اینا رو باز اگر از همدیگه کم بکنیم، منفی ایکس 2 منهای ایکس به توان 2 میشه 0. بچه ها منفی منفی ایکس به همون مثبت ایکس میده، یه دونه عدد 1 هم داریم. بازم میگم ایکس تقسیم بر ایکس به همون جواب 1 میده. آقا 1 ضرب در 1 میشه 1، 1 ضرب در ایکس هم میشه بازم ایکس من. حالا اگر اینا رو از هم دیگه کم بکنم دقیقاً میبینیم بچه ها باقی موندمون چی میشه؟ 0. یعنی دقیقاً چند جمله ی جی ایکس من بر ایکس به علاوه 1 بخش پذیره. این از تمرین اول. بریم با هم دیگه سراغ تمرین‌های بعدی و روشی که آقای لشینی بهمون یاد داده. اینجا رو ببینید بچه‌ها. به هم گفته نشان دهید چند جمله‌ای f بر دو جمله‌ای x به علاوه 2 بخش پذیره. یاد گرفتیم هر موقع می‌خوایم باقی مونده به دست بیاریم کافیه مقسوم علیه رو مساوی 0 بذاریم. میگم x به علاوه 2 مساوی 0، از اینجا x من میشه منفی 2. من می‌خوام f منفی 2 رو به دست بیارم، یعنی همون باقی موندمون. میگم 2 تا منفی 2 به توان 3 به علاوه 5 تا منفی 2 به توان 2 منهای 3 تا منفی 2 منهای 10. بریم اینجا رو، منفی 2 به توان 3 میشه منفی 8، ضرب در 2 بشه میشه منفی 16، منفی 2 به توان 2 میشه 4، ضرب در 5 بشه میشه مثبت 20. بعدی منفی 2 تو منفی 3 میشه مثبت 6، اونم که منفی 10. بچه ها اگر اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم میبینیم دقیقاً باقی موندمون میشه 0. یعنی ادعا میکنیم fx بر x به علاوه 2 بخش پذیره. بریم با هم دیگه سراغ تمرین شماره 3. به هم چی گفته؟ گفته نشان دهید چند جمله f بر x به علاوه 1 بخش پذیره. بازم مقسوم علیه رو مساوی 0 میذاریم، ریشش رو به دست بیاریم، ریشش میشه منفی 1. میخوایم f منفی 1 به دست بیاریم، میگم دوتا منفی 1 به توان 3 به علاوه منفی 1 به توان 2 به علاوه عدد 1. اولیه میشه منفی 2، بعدی مثبت 1، بعدی هم مثبت 1، باز هم جوابمون میشه 0. یعنی بازم ادعا میکنیم f بر x به علاوه 1 بخش پذیره. بریم جلوتر. رسیدیم به درسنامه ی حد و آقای لشینی. خب ممنونم، مرسی. بچه ها قسمت بعدی راجع به رفع ابهام جبری 0.0 ما توی این قسمت فرض رو بر این گذاشتیم شما اصول حدگیری که توی 11 هست رو بلدید، میدونید تعریف حد چیه و این چیزاش رو میدونید. کتابتون توی سال 12 اومده از رفع ابهام جبری 0.0 شروع کرده. خب این راه متعددی داره که به صورت تستیه، حالا سر کلاس هم میخونید حتما، توی خیلی از کتابا هم نوشته، هوپیتال هم ارزی. ولی ما اینجا میخوایم روش تشریحیش رو با هم دیگه یاد بگیریم که به درد امتحانات ترمتون هم بخوره. خب نگاه کنید بچه ها، اولین روش ساختن عامل ابهام ایکس منهای آه وقتی که کسرمون 0.0 اشتباه هم بعضی به 0.0 میرسن اینا رو با هم خط میزنن میگن یک این کار غلطه. این یکی از تلهای بزرگی که خیلی هایی که اصلا رفع ابهام نمیشناسن انجام میدن اینه، صفر و صفر خط نمیزنیم. آقا روش ساختن عامل ابهام ایکس منهای آ، میگیم مثلا یه چنین تابعی بهت میده میگه آقا عامل ابهام پیدا کن. شما هر وقت ایکست به سمت عدد آ میرفت عامل ابهام اصلا چجوری حساب میشه؟ آ رو میاری این ور، آ رو میاری این ور، میشه نگاه کن ایکس منهای آ و مساوی صفر میذاری. یعنی اون فلشه رو مساوی ببین، بیاد این ور ایکس منهای آ من میشه صفر.
به این میگن الان عامل ابهام یا عامل صفر شونده توی اون سوالایی که حالا صفر صفر اومد. مثلا چند تا مثال با هم دیگه کار کنیم، با این مثالا خیلی راحت متوجهش میشید. آقا نگاه کن، گفته یه درجه دو بالا داریم یه درجه دو پایین داریم، x به سمت منفی 3. خب منفی 3 رو من به این میدم، منفی 3 به توان 2 میشه 9 منهای 9 0. اینجا هم بدم منفی 3 به توان 2 9 منهای 9 میشه 0 0 0 رومه. بچه ها ما تو تمام سوالایی که قدر مطلق و براکت نداره این عدد رو مستقیم جای x میذاریم، این قانون حدگیریه. حالا قدر مطلق براکت تو مثالا هست، آقای شعبان‌علی میگه بهش میگیم دردسرساز، اونا رو همونجا توضیح میدن. خب منهای 3 بره اینور میشه x به اضافه 3 مساوی 0. حالا اینا رو من بخوام بنویسم، x دو منهای 9 اتحاده میشه x به اضافه 3 در x منهای 3. توی پایین از x فاکتور بگیرم میمونه x به اضافه 3 و x به سمت منفی 3 رفته. خب میبینید گفتم روشمون چیه؟ از بین بردن عامل ابهام. عامل ابهام چیه؟ x به اضافه 3. نگاه کن توی صورت و مخرج سادش کن، حالا بهش بده منفی 3، منفی 3 منهای 3 منفی 6 به روی منفی 3 میشه 2. خب این از این. حالا ممکنه بگی آقا من درجه 2 مثلا کجا بدونم کی فاکتور بگیرم، کی بیام مثلا تجزیه کنم، ایناشو بلد نباشی. من این روش بهتون میگم به اسم روش هونر برای درجه 2 ها. هر وقت میخوایم یه درجه 2 رو به درجه 1 تقسیم کنیم، فرض کنید یه دونه عبارت بهت میدن اینجوری، نگاه کن مثلا میگن ax دو به اضافه bx به اضافه c. مثلا میخوایم به یه درجه یکی تقسیم کنیم، یعنی یه عامل ابهامی داریم که میخوایم به اون تقسیمش کنیم. مثلا عامل ابهام رو اسمشو بذارم mx به اضافه n. خب اون قسمت دومه چی میشه؟ شما هر وقت چه این چیزی رو داشتید میایید درجه دوتون رو به x تقسیم میکنید، یعنی ax دو رو به این تقسیم میکنید که میده a امم x، عدد ثابتتون هم به عدد ثابت میشه سی انوم. حالا این شاید یه ذره پارامتری باشه، گیج کننده باشه، تو مثالا میبینی خیلی راحته. اصلا اینجا رو ببین x2 منهای 9 رو میخوام به x به اضافه 3 تقسیم کنم، یعنی میخوام x به اضافه 3 بکشم بیرون. x2 رو به x تقسیم کنی میده x، منفی 9 رو به 3 تقسیم کنی میده منفی 3. تو بعدی عدد ثابت نداره، صفره. x2 رو به x تقسیم کنی میده x، 0 رو به 3 تقسیم کنی میده 0. دقیقا همین جوریه. یا بعدی رو نگاه کنید، x به سمت 1 دوم رفته، عامل ابهام x منهای 1 دومه، پس من حتما توی صورت و مخرج x منهای 1 دوم خواهم داشت. خب ببین میام این کارو میکنم، درجه 2 رو به x تقسیم میکنم، 4x رو به x تقسیم کنم میشه 4x. عدد ثابت و به عدد ثابت، یک رو به منفی 1 دوم تقسیم کنم میشه منهای 1 دوم. توی این یکی بیام 2x رو به x تقسیم کنم میشه 2x، منفی 1 رو تقسیم برای منفی 1 دوم کنم میشه مثبت 1 دوم. میبینید اصلا ضریب x مهم نیست، فقط درجه 2 و عدد ثابت. و این کاملا برامون بچه ها باشعور عمل میکنه، یعنی تقسیم عادی انجام میده، مزدوجا رو خودش مزدوج میده، تو بعضی جاها فاکتور میگیره، همه کار برامون انجام میده. خب x منهای 1 دوم ما با هم میرن. حالا x به سمت 1 دوم رفته، بچه 4 تا 1 دوم میشه 2 منهای 1 دوم. اینجا 2 تا 1 دوم میشه 1 به اضافه 1 دوم میشه 3 دوم تقسیم بر 3 دوم مساوی 1. حالا اگه درجه 3 بود چی؟ خب ببین چون حالا اینا درجه 3 ان و تقسیم عادی باید انجام بدیم، منم تقسیم عادی می نویسم. اینا هم روش هونر دارن، هونر برای درجات بالاتر هم هست، منتها ما زیاد به اون کاری نداریم، فقط همین عادیش رو یاد می گیریم. خب نگاه کنید اینجا رو، آقا x به سمت چند رفته؟ 3. ببرم اونور عامل ابهام میشه x منهای 3، پس من توی صورت و مخرج این لیمیت ها من حتما میگم x منهای 3 خواهم داشت. حالا عامل بعدی رو چجوری پیدا کنم؟ بالا که درجه 2 با هونر، x2 به x تقسیم بشه میشه x، 6 به منفی 3 تقسیم بشه میشه منفی 2. ولی توی مخرج درجه 3 بعد به درجه 1 تقسیم بشه. اینو تقسیم عادی می نویسیم. چطوری؟ نگاه کن میگیم همینجا می نویسم 2 تا x
منهای 13 تا x2 به اضافه 24 x منهای 9 تقسیم بر x منهای 3. خب باز دوباره بزرگترین درجه رو 2x رو به این تقسیم کنم به میده 2x2، بنویسمش میشه 2 تا x3 منهای 6x2، از هم کمشون کنم میشه منفی 7x2 به اضافه 24x. ببین یه جمله دیگه میارم پایین 24x، x دارم اینجا منفی 7x2 دارم، یه منفی 7x میذارم تو x ضرب بشه میشه منفی 7x2، تو بعدی میشه 21x. خب از هم دیگه کم کنم اینا با هم دیگه از بین میرم، 24 منهای 21 میشه 3x منهای 9 هم میاد پایین. قطعا هم بخش پذیره دیگه، قطعا هم بخش پذیره، اگه باقی مونده آوردی اصلا 0 0 هم نبوده، کارت اشتباه بوده. خب یه دونه 3 هم اینجا بذاریم، نگاه کن میشه 3x منهای 9 و دقیقاً 0. این خارج قسمت رو هم مینویسیم بچه‌ها. مثلا شما 10 رو به 2 تقسیم می‌کنی خارج قسمت میشه 5، میگی پس 10 میشه 2 5 تا. خب پس اینم مینویسیم، میگیم 2 تا x2 منهای 7x به اضافه 3. حالا x منهای 3 با هم میرن بهش 3 بدم 3 منهای 2 میشه 1، این بر 3 بدم 3 به توان 2 میشه 9، 2 9 تا 18 تا منهای 21 به اضافه 3. خب اگه اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو نگاه کنید، 18 با 21 میشه 21. خب اینجا دقیقا میرسیم به 21 منهای 21 که میشه یک به روی صفر. خب یک به روی صفر رو ما حالا در جلوتر هم میخونیم، من فقط اینجا فعلا مثالش رو گذاشتم که متوجهش بشید. این یک به روی صفر دو حالت براشون پیش میاد، یا میشیم صفر مثبت یا میشیم صفر منفی، که با توجه به اینکه صفر مثبت یا منفی باشه میشه مثبت منفی بی‌نهایت. حالا اینا رو جلوتر میرسیم، جواب دقیقش رو بعدا بهتون میگم، الان فعلا شما تا همین جاش رو یاد بگیرید که مثالای جزوه رو بلد باشید کفایت میکنه. خب پس ببین من اومدم عبارت رو به x منهای 3 تقسیم کردم، اینجا هم که 3 گذاشتیم و جوابش رو نوشتیم. خب بریم سراغ بعدی. خب حالا اگه رادیکال داشتیم چی؟ ببین دقیقا خودش هم نوشته 0 0 رومه که حالا تو سوالات شما نمی نویسن. اگر رادیکال داشتیم شما برای اینکه عامل ابهام رو از بین ببرید توی مزدوجش ضرب میکنید. خب توی مزدوجش ضرب میکنید، هر رادیکالی دیدی اصلا مهم نیست چیه، تو مزدوجش ضرب کن و بنویس. من اینجا رو یه ذره پاک کنم جلو دستمون خالی شه. خب نگاه کن آقا، این بیاد اینور میشه x به اضافه 1، عامل ابهام x به اضافه 1ه، پس من تو صورت x به اضافه 1 دارم، x2 رو به x تقسیم کنم میشه x، منفی 1 رو بهش تقسیم کنم میشه منفی 1. اتحاد مزدوج برام خروجی داد. خب اینور خودشو فعلا مینویسم، x مونم به سمت چند رفته بود؟ منفی 1. حالا هرگاه رادیکال دیدی تو مزدوجش، حالا اگه فرج 3 بود بعدا میبینید که تو چاق و لاغر هم داریم میشه ضرب کرد، مزدوج اینو مینویسم x منهای رادیکال 2x به اضافه 3، x منهای رادیکال 2x به اضافه 3. خب ببینیم چی میشه. آقا x تو x ضرب بشه، نگاه کن x تو x ضرب بشه میشه x2 منهای رادیکال هم تو هم ضرب بشن میشه 2x به اضافه 3. قطعا دیگه اتحاد مزدوج همه بلدن، اولی به توان 2 منهای دومی به توان 2. بالا 1x به اضافه 1 داریم، 1x منهای 1 داریم، یه دونه x منهای رادیکال 2x به اضافه 3 داریم، x مون هم به سمت منفی 1 رفته. خب باز اگه دوست داشتید میتونید اینم از تو شامل ابهام رو بکشید بیرون، چون من میخوام عامل ابهامو در نهایت ساده کنم. عامل ابهامم تو این سوال x به اضافه 1 بود، پس حتما تو مخرجم هم x به اضافه 1 باید داشته باشم. خب یک بار دیگه می نویسم. من سعی کردم تو این مثالا چون حالا آموزشیه همه مراحل رو کامل بنویسم براتون. خب این ببین x2 منهای 2x منهای 3 بوده دیگه، یا عامل x به اضافه 1 داره چون درجه 2ه، درجه 2 رو گفتم هنر میزنیم، x2ش به x تقسیم بشه میشه x، عدد ثابتمون منفی 3 دیگه، این منفی توش اعمال بشه میشه منفی 3، منفی 3 هم به 1 تقسیم بشه میشه منهای 3. خب x به اضافه 1 ها با هم میرن، بعدش به x میدیم منفی 1، منفی 1 منهای 1 میشه منفی 2، اینجا منفی 1 بذارم منفی 1 منهای 2 تا منفی 1 میشه منفی 2 با 3 میشه 1،
اینجا هم که منفی یک بذارم میشه منفی 4. خب اینو نگاه کن، این میشه منفی 2، در منفی 2 میشه 4، 4 تقسیم بر منفی 4 میشه منفی 1. پس جواب اینم شد منفی 1. پس ببینید ما داریم رفع ابهام 0 0 رو یاد میگیریم، عامل ابهام رو از بین میبریم، بعد شروع میکنیم سوال، حالا دیگه جوابش رو به دست آوردن. تو بعضی سوالا مثل این عدد میشه، چون کتاب 12ام روی حدهای بی‌نهایت خیلی مانو افتاده، ممکنه بعضی از تمریناتون آخرش باز جوابش عدد نشه، یعنی مثلا 1/0 یا چنین چیزی بشه که اون حالا جلوتر بهتون درسنامش رو میگم. خب تقریبا میتونم بگم درسنامتون تمومه، میریم سراغ یه چند تا مثال دیگه. من این چند تا مثال رو هم خودم حل کنم که از همه مدلش یه دونه دیده باشید، بعد بریم سراغ آقای شعبان علی. ببینید بچه‌ها، اینجا باز رادیکال داره. رادیکال رو چیکار می‌کردیم؟ تو مزدوجش دیگه، من همینجا می‌نویسم. تو مزدوجش ضرب و تقسیم می‌کنیم. خب بچه ها اینو من همینجا ضرب کردم. دیگه اول نیومدم درجه دو رو عامل پام بیارم بیرون. دیگه یه ذره حرفه‌ای‌تر شدیم. داریم یه ذره سریع‌تر حل می‌کنیم. خب x2 به اضافه x منهای 2 در x به اضافه رادیکال x. خیالتون هم راحت، برای امتحانات مدرسه، امتحانات هنر درجه 2 رو میتونید استفاده کنید. این هم تو هم ضرب بشه میشه x2 منهای x و x به سمت 1 رفت. خب حالا درجه 2 دارم، هم تو صورت هم تو مخرج، قطعا هم کسرم 0 0 رومه. توی 0 0 روم ما عامل ابهام رو میکشیدیم بیرون، عامل ابهام هم اینجا چیه؟ x منهای 1. پس تو صورت و مخرج حتما x منهای 1 دارم. آقا x منهای 1 رو مینویسم. درجه دومو به x تقسیم کنم میشه x، عدد ثابت هم صفره، تقسیم بر چیزی میشه صفر. پایین درجه دومو به x تقسیم کنم، x رو به x میشه x، عدد ثابت هم رو تقسیم کنم، منفی 2 به منفی 1 میشه 2. یه دونم x به اضافه رادیکال x داشتیم و x به سمت 1 رفته. خب x منهای 1 با هم دیگه از بین میره، بهش 1 بدیم بالا میشه 1، پایین میشه 6، شد 1/6. خب پس جواب اینم شد 1/6. حالا یه دونم رادیکال با فوجه 3 براتون حل کنم. بچه رادیکال با فوجه 3 رو اتحاد چاق و لاغر مینویسیم. خب یعنی مثلا این الان لاغرشه، تو چاقش بعد ضرب کنید. امیدوارم اتحاد چاق و لاغر رو بلد باشید، کسایی که بلد نیستن. ما حالا تو فصل تابع گفته بودیم یه یاداوری کوتاه. آ به اضافه b لاغرشه، A2 منهای AB یعنی ضربشون با علامت منفی، B2 میشه A3 به اضافه B3. و اگه اینجا منها بود، اینجا به اضافه است، اینجا منهای. این اتحاد بهش میگن اتحاد چاق و لاغر. الان رادیکال X به فوجه 3 به اضافه A که بیشترم اینو توی سوالات میبینید. اولی به توان 2، ببین چاقش، اولی به توان 2 به فوجه 3 ضربشون به اضافه 1، اینجا به همین صورت ضربشون به اضافه 1. خب حالا میخوایم دیگه جواب آخر رو بنویسیم، میخوام یه ضرب جواب آخر بنویسم. لاغر چاق تو هم ضربشه میشه اولی به توان 3، دومی به توان 3. رادیکال x به فوجه 3 به توان 3 میشه x، یک هم به توان 3 میشه 1. خب این تا اینجا، این مخرجرم x هم به سمت چند رفته؟ منفی 1. پس حتما عامل ابهام هم x به اضافه 1. سری تقسیم اونم بزنم بعد بنویسم. خب میگیم یه x به اضافه 1 میده، x2 رو به x هم تقسیم کنم میشه x، عدد ثابت هم به عدد ثابت تقسیم کنم میشه 2، یعنی اتحاد یک جمله‌ای مشترک. این هم جلوش میذاریم، x2 به فوجه 3 منهای x به فوجه 3 به اضافه 1، x به سمت منفی 1. خب x به اضافه 1 با هم میرن، حالا منفی 1 رو بهش بدیم ببینیم چی میشه. اینجا پرانتز هم بذارم. خب آقا منفی 1 رو بهش بدم، منفی 1 با 2 میشه 1، اینجا منفی 1 با 2 میشه 1، اینجا منفی 1 بدم به توان 2 1، اینجا منفی منفی 1 1 با 1 میشه 3، جوابش میشه 1/3. پس من الان به این سوال منفی 1 دادم، جوابم شد 1/3. خب پس من الان همه مدل رفع ابهام انجام دادم براتون، دیگه حالا میخوایم بریم سراغ آقای شعبان علی به همراه بقیه تمرین ها که لطف میکنن برامون حلش میکنن. خدمت شما. خب بچه ها بریم اینجا تمرین شماره 4.
به هم گفته حد این تابع در نقطه‌ای به طول x مساوی 5، یعنی لیمیت این آقا رو میخواد دو منهای رادیکال x منهای 1 به روی x منهای 5 وقتی x مون داره میره به سمت عدد 5. یاد گرفتیم وقتی رادیکال داریم باید صورت و مخرج رو توی مزدوجش ضرب بکنیم. مزدوج دو منهای رادیکال میشه دو به علاوه رادیکال. قبوله یا نه؟ ببین اتفاقی که برای من میفته اینه، میگم x من که داره به سمت چی میره؟ به سمت 5 میره. بچه ها اتحاد مزدوج اولی به توان دو، دو به توان دو میشه 4، منهای رادیکال به توان دو، رادیکال به توان دو یعنی x منهای 1 برام میمونه. توی مخرجم هم یه دونه x منهای 5 دارم در دو به علاوه رادیکال x منهای 1. درست میگم یا نه؟ منفیه رو اگر توی پرانتز ضربش بکنم چیزی که برای من ایجاد میشه اینه، میگم منفی x منفی تو منفی 1 میشه مثبت 1، با این 4 میشه عدد 5. قبوله؟ بچه ها کاری که من میخوام اینجا بکنم اینه، نگاه کن، میخوام توی صورت از یه دونه منفی فاکتور بگیرم. اگر این کار رو انجام بدم x منهای 5 تولید میشه، اینجام که x منهای 5 در دو به علاوه یه رادیکال x منهای 1. قبول یا نه؟ x منم داره میره به سمت عدد 5. عامل ابهام x منهای 5 که از صورت و مخرج خط میزنم، بالا برای من منفی 1 میمونه، پایینم اگر به xم 5 بدم میشه دو به علاوه یه رادیکال 4، یعنی دو به علاوه یه 2 که میشه عدد 4. بریم سراغ تمرین های بعدی. ببین چی داریم اینجا. گفته حاصل این حد رو به دست بیارید. بچه ها همون روش هنر رو میخواییم انجام بدیم. x داره به سمت 1/2 میره، یعنی من چی میتونم بگم؟ میتونم بگم آقا عامل ابهام من x منهای 2. ببین اینجا رو میگیم لیمیته بالا. بچه ها میخواییم بر این تقسیمش بکنیم، 2x2 تقسیم بر x بشه. ببین من اول از همه یه دونه عامله رو بنویسم برات مثل آقای لشین. پایینم دقیقا x منهای 2 رو برات مینویسم. حالا 2x2 تقسیم بر x بشه میشه 2x و عدد ثابتش 0، تقسیم بر منفی 1/2 بشه میشه 0. قبوله یا نه؟ حل تا اینجا. بریم پایین. بچه ها 4x2 به x تقسیم بشه میشه 4x. قبوله؟ عدد ثابتش منفی 1، به منفی 1/2 تقسیم بشه میشه مثبت 2. ایکسمون هم که داره میره به سمت عدد 1/2. اینا رو خیلی خوشگل با هم دیگه خط میزنم، بالا جواب مینویسم 2 تا 1/2 میشه 1، پایینم 4 تا 1/2 میشه 2، به علاوه 2 بشه میشه عدد 4. این از این. بریم اینجا، به هم گفته حاصل این حد رو برامون به دست بیاره. خب ما توی صورت درجه 2 نمیبینیم، یه تابع درجه 3 داریم میبینیم. چی کار میکنیم؟ میخوایم تقسیم عادی انجام بدیم. بچه ها میگم کافیه این x به توان 3 منهای 4 تا x2 منهای 4 تا x منهای 5 رو بر عامل صفر شونده، یعنی x منهای 5 تقسیم بکنم. اینم x منهای 5 منه. بریم اینجا، ببین گنده مقسوم به گنده مقسوم الیه، x به توان 3 تقسیم بر x میشه x به توان 2. قبوله؟ ضربش بکنم. بچه ها x به توان 2 ضرب در منفی 5 میشه منفی 5 تا x به توان 2. x به توان 2 ضرب در x میشه چی؟ میشه x به توان 3. اینا رو از همدیگه کم میکنم. x به توان 3 منهای x با هم میره. ببین منفی 4 تا x2 منهای 5 تا x2 فقط و فقط به هم یه دونه x2 میده. منهای 4 x دارم، منهای 5 هم دارم. بازم x2 به x میشه چی؟ میشه مثبت x. ضربش میکنم، میگم منفی 5x و مثبت x به توان 2. اینا رو اگر از همدیگه کم بکنیم، x2 منهای x2 میره، منفی 4x منهای 5x میشه مثبت x، یه دونه منهای 5 هم داریم. خب طبیعتا اینجا هم باید عدد 1 بذارم که x منهای 5 از همدیگه کم بشه میشه 0. پس صورت رو اینجوری مینویسم، ببین پایینش برات با آبی مینویسم. بچه ها عامل صرف شونده اون x منهای 5 توی مخرج هم بذارم خیالم راحت باشه، x داره به سمت 5 هم میره. بالا اون آقای خارج قسمت رو برات باید بنویسم، یه دونه x2 داره، یه دونه مثبت x داره و یه دونه هم عدد 1. اینجا همون هنر رو بریم. بچه ها
x2 به x میشه x، منفی 25 به منفی 5 میشه مثبت 5، همون اتحاد مزدوج خودتونه. اینجا اینا رو با هم دیگه میزنم. آقا من اگر به جای x هم 5 بذارم، x به توان 2 میشه 5 به توان 2 یعنی 25 به علاوه 5 به علاوه 1. مخرجمون هم چنده بچه ها؟ 5 به علاوه 5، یعنی خوشگلتر بخوام بالاش بنویسم میشه 31 به روی 10. این هم از این سوال. بریم با هم دیگه سراغ سوال بعدی. بازم به همون یه درجه 3 داده. من تقسیمه رو سریع برات انجام میدم. میگم x به توان 3 به علاوه 4 تا x به توان 2 به علاوه x به علاوه یه عدد 4 تقسیم شده به عامل صفر شونده. چیه؟ منهای 4 رو بیارم این بر میشه x به علاوه 4. این عامل صفر شونده من. تقسیمش میکنم. یاد گرفتیم x به توان 3 تقسیم بر x میشه x به توان 2. بچه ها این x به توان 2 رو ضربش بکنم میشه 4 تا x 2 و اینجا میشه چی؟ میشه x به توان 3. خب اگر کم بکنیم ببین چقدر خوب شد، x به توان 3 منهای x به توان 3 میره، 4x2 منهای 4x2 میره، فقط چی میمونه؟ یه دونه مثبت x، یه دونه مثبت 4. خیلی خوشگل شد بچه ها. اینم که دقیقا کافیه براش یه دونه 1 بذارم دیگه، میشه x به علاوه 4 که از هم دیگه کم بکنیم میشه 0. یعنی منو نگاه کن توی صورت این x به علاوه 4 توی مخرج، اینم x به علاوه 4، x مون هم که داره میره به سمت منفی 4. توی صورت هنر چی میگه؟ میگه x2 تقسیم بر x میشه x، عدد ثابت منفی 4 به 4 میشه منفی 1. قبوله؟ توی مخرج هم که این آقا رو میخوام برات بنویسم، یه دونه x به توان 2 مونده، یه دونه عدد 1 مونده. بریم اینجا x به علاوه 4 رو با هم دیگه میره. من اگر توی صورت منفی 4 بذارم با منفی 1 میشه منفی 5، توی مخرج منفی 4 به توان 2 16 به علاوه 1 میشه، میشه چقدر؟ 17 تا. این هم از این تمرین. بریم جلوتر ببینیم چی داریم. آها باز رادیکال دارم. آقا من اگر رادیکال داشته باشم چی کار میکنم؟ توی مزدوجش ضرب و تقسیم میکنم. میگم x منهای رادیکال مزدوجش میشه x به علاوه رادیکال. x به علاوه رادیکال 2x منهای 1، x به علاوه رادیکال 2x منهای 1. بریم اینجا مینویسم لیمیت. بچه ها پایین درجه 2 هنر بریم. عامل صفر شونده x منهای 1. پس من x منهای 1ش رو مینویسم x2 به x میشه x، عدد ثابت هم که نداره. قبوله؟ اینجا که x به علاوه یه رادیکال 2x منهای 1. توی صورت اتحاد مزدوج دارم. میگم اولی به توان 2 یعنی x به توان 2 منهای رادیکال به توان 2 یعنی 2x منهای 1. x داره میره به سمت عدد 1. حالا نگاه کن ساده ترش میکنم برات. اینجا رو ببین اینجا رو میتونم بگم x2 منهای 2x به علاوه 1. میدونید همون x منهای 1 به توان 2 خودمونه ها، ولی باز هنر بریم عادت کنیم. ببین عامل صفر شونده x منهای 1، x2 به x میشه چقدر؟ میشه x. اینجا یک تقسیم بر منفی 1 بازم میشه منفی 1. مخرجمون x منهای 1 دارم، x دارم و اینجا هم که x به علاوه 2 تا رادیکال 2x منهای 1 داریم. x داره میره به سمت چند؟ به سمت عدد 1. بچه‌ها این x منهای 1 ها با هم میرن. دقت کردی چی شد؟ ببین یه دونه x منهای 1 فقط توی صورت مونده. من اگر به جای x هم 1 بذارم بالا میشه 0، پایین یه عدد میشه. خب 0 تقسیم بر عدد 100 درصد عدد 0 رو بهمون میده. بریم جلوتر. اینجا ببین مهم چی گفته. گفته بهم حاصل این عبارت رو به دست بیار. باز دارم رادیکال میبینم. چی کار میکنم؟ توی مزدوجش ضرب و تقسیم میکنم. یعنی 2 به علاوه رادیکال x به علاوه 1، 2 به علاوه رادیکال x به علاوه 1. بچه ها مینویسم لیمیته. ببین بالا رو x 2 منهای 9 دارم، اتحاد مزدوجه، ولی واسه اینکه بهتر اون هنر رو یاد بگیریم همون هنر میریم. عامل صفر شوندمون x منهای 3، عامل رو می نویسم میگم x2 به x میشه x، منفی 9 به منفی 3 میشه مثبت 3. اینجا هم 2 به علاوه رادیکال x به علاوه 1 داریم. توی مخرج ببین میگم اولی به توان 2 یعنی 4، منهای
رادیکال به توان دو یعنی x به علاوه 1 برام میمونه. x داره میره به سمت چی؟ داره میره به سمت 3. بچه‌ها اینجا رو ببینید. میگم منفی رو اگر توی پرانتز ضرب بکنیم این آقا میشه. ببینش میشه منفی x به علاوه 3. خب آقا اینجا که عامل صفر شونده نداریم، داریم. نگاه کن. میگم لیمیت. این بالا چی دارم؟ x منهای 3، x به علاوه 3 و 2 به علاوه رادیکال x به علاوه 1. قبوله. پایین ببین منفی x به علاوه 3. من اگر از یه دونه منفی فاکتور بگیرم، قبول داری از اولی مثبت x میمونه، از بعدی منفی 3. خب x اونم که داره میره به سمت عدد 3. میبینی اینا با هم دیگه خط میخوره، بقیهش دیگه خاله بازیه. نگاه کن، میخوام عدد بذارم. مخرجم که منفی 1ه. بالا 3 و 3 میشه 6. رادیکالمونم ببین منو، x به علاوه 1 یعنی 3 به علاوه 1 میشه 4، رادیکال 4 2، با این 2 پشتش ضرب جمع بشه میشه چقدر؟ میشه عدد 4. یعنی جواب میشه منفی 24 تا. بریم جلوتر. تمرین بعدی فرجه 3 میبینم. فرجه 3 ببینم حق ندارم تو مزوجه ضرب و تقسیم بکنم، اتحاد چاق و لاغره. مینویسم بچه ها لاغر به هم داده، من میخوام توی چاقش ضرب و تقسیم بکنم. چاقش چی میشه؟ اولی به توان دو یعنی x به توان دو، ضربشون علامت قرینه یعنی منفی 2 تا رادیکال x با فرجه 3، بعدیش هم که میشه عدد 4. همینو پایین هم مینویسم، x دو فرجه 3 منهای 2 تا رادیکال x با فرجه 3، اینم به علاوه 4. حالا اینجا رو ببین. میگم لیمیته. توی صورت 2x به علاوه 16 دارم. آقا عامل صفر شونده مگه x به علاوه 8 نیست؟ از یه دونه دو فاکتور بگیرم میشه x به علاوه 8. قبوله؟ در رادیکال x دو فرجه 3 منهای 2 تا رادیکال x فرجه 3 به علاوه 4. پایین ببین اتحاد چاق و لاغر بود، با لاغره کار داریم. میگیم اولی به توان 3 یعنی x به علاوه دومی به توان 3 یعنی 8. x همونم که داره میره به سمت منفی 8. بچه ها x به علاوه 8 بالا و پایین با هم دیگه خط میخورن. جواب آخر یه دونه 2 مونده، منفی 8 به توان 2 میشه 64، ریشه سومش میشه عدد 4. منهای بچه ها دوتا منفی 8 با فرجه 3 میشه منفی 2 که توی منفی 2 پشتش ضرب میشه، یه دونه عدد 4 هم دارم، یعنی میشه دوتا. این که 4، اینم 4، یعنی 12. جواب آخر میشه 24. اینم از این تمرین. بریم جلوتر. خب میرسیم به درسنامه یه حد در بی‌نهایت و آقای لشینی. بفرمایید. ممنونم، مرسی. خب بریم سراغ حد بی‌نهایت. میخوایم با هم دیگه حد بی‌نهایت رو بخونیم. بچه ببین، من اینو سعی کردم قبلش با طرح یه دونه سوال بهتون یاد بدم. سوالی که عدد شده بود به روی صفر توی اون قسمت بالا داشتیم. هر وقت توی سوالات به این رسیدید عدد تقسیم بر صفر، خب هر وقت به این رسیدید نگاه کن، عدد تقسیم بر صفر، خب حالا این عدد اتفاق این بر افتاده، ما چه این چیز دیدیم میگیم جوابش بی‌نهایت میشه و ما باید تصمیم بگیریم که این صفرمون صفر مثبته یا صفر منفیه. خب اول از همه اینو ما اینجوری یاد بگیریم که آقا توی این فرم سوالا که مخرج صفر میشه معمولا یه مثبت منفی بالای عدد میذارن که اگرم نذاشتن یعنی هر جفتش رو حساب کن. اگه بالای عدد به اضافه بود تو ذهنت، مثلا میتونی یک دهم بهش اضافه کنی یا مثلا یک صدم، یک هزارم، هر چیزی راحت تری. من یک دهم راحت ترم تو خیلی از سوالا هم جواب میده، من اینکه واحدام دهم دهم باشه که اون موقع مثلا صدم اضافه کنم. و اگه منها بود یک دهم کم کنی و بعد شروع کنی حالا عدد رو به دست بیاری. اگه ته سوال مثلا تو مخرجش یه دهم موند میگی صفر مثبته، اگه یه منفی یه دهم موند میگی صفر منفیه. خب حالا انواع حالتایی که ممکنه رخ بده، یعنی جواب آخرش چی میشه؟ اگه عددت به صفر مثبت تقسیم شد میگی میشه مثبت بی‌نهایت، عدد مثبت به صفر منفی تقسیم شد میگی منفی بی‌نهایت. نگاه، مثبت در مثبت مثبت، بعدی مثبت در منفی منفی، منفی در مثبت منفی، عدد منفی به صفر منفی مثبت. خب پس نگاه علامت ها میکنیم اون موقع، مثبت در مثبت مثبت، مثبت در منفی منفی، منفی در منفی هم مثبت. دیگه از روی اون تقسیم متوجه میشیم که آقا جوابش مثبت بی‌نهایته یا منفی بی‌نهایته.
اینو تو قالب مثال خیلی بهتر میفهمید، خیلی اصلا ممکنه توضیحش براشون یه مقدار سخت باشه، با مثال راحت‌تر میفهمید. ببینید شما هر وقت در هر سوالی قطر مطلق و براکت نداشتید، اصلا مثبت منفی بالای عدد مهم نیست توی این قسمت ها. یعنی من الان خود 5 رو به صورت میدم، خب خود 5 رو به صورت میدم، بالا میشه 5، اصلا دیگه علامت لیمیت هم نمیذارم، یه ضرب جوابو می نویسم شد 5. پایین 5 بدم، 5 منهای 5 میشه 0. گفتم هرگاه مخرج 0 شد تو یا یه دهم تو ذهنت اضافه کن یا کم کن. چون 5 مثبته، میگه 5 مثبت یعنی چی تو ذهنم؟ یعنی تقریبا 5 و یه دهم. 5 و یه دهم منهای 5 بشه میشه 1/10. 1/10 یعنی 0 مثبت یا 0 منفی؟ بچه 1/10 یعنی 0 مثبت. خب بالام که عدد مثبت، پایینم مثبت، جواب مثبت می نهایت. یا مثلا بعدی خوب نگاه کن، باز این 2 از چپه، 2 منفی بالاش گذاشته، 2 از چپ. خب این به اضافه رو میخونن از راست، منها رو میخونن از چپ دیگه، اینا رو توی سال قبل خوندید. خب من میام همینجا بهش این رو میدم، بازم میتونم مثلا لیمیتو نذارم، همینجا ذهنی سری جواب رو بگم، مشکلی هم نداره برای امتحانتون. آقا اینجا 2 بذاری تو منفی ضرب بشه میشه -2، منهای 1 میشه -3. یعنی اصلا مثبت منفیش تو صورت مهم نبود، ولی تو مخرج 2 منهای 2 میشه 0. میبینی عدد به روی 0ن، این تیپ عدد به روی 0ه. خب ما توی اینا اون موقع بعد نگاه کنیم ببینیم مخرج 0ش مثبت یا منفیه. 2 از چپ مثلا میشد 1/9. تو ذهنمون رو کاغذ نمینویسی، طراح نمیدونه 1/2 1/9 چیه. 1/9 منهای 2 میشه -1/10. بچه ها -1/10 یعنی 0 منفی به توان 2. خب ببین 0 منفی اگه به توان زوج رسید یا توی عدد منفی ضرب شد قطعا میشه 0 مثبت. چرا؟ چون 0 منفی به توان زوج رسیده دیگه، اعداد وقتی به توان زوج رسن مثبت میشن. خب -3 به 0 مثبت، مثبت در منفی منفی، پس جوابش میشه منفی بی‌نهایت. حالا همینو بریم روی مثلثاتی یا هم یه ذره بخونیم یاد بگیریم. واسه تانجانت میشه قانون گفت، این لیمیتش جا افتاده من بذارم، لیمیت اینو میخواد x به سمت پی دوم از چپ، میشه براشون قانون گفت. حالا تانجانت از رو ربعش تشخیص بدیم، ما اون کارو نمیکنیم، برای اینکه سینوس کوسینوس هم شما راحت تر یاد بگیرید من میام این کارو انجام میدم. اول اینو مینویسم سینوس به روی کوسینوس. خب این خوبیش اینه دیگه، مثلا اگه تو امتحانت سینوس کوسینوسی هم دادن متوجهش میشی. حالا میخوام یه مقدار خلاصه تر باشه کار. خب توی صورت خود پی دوم بذار سینوس 91، سینوس پی دوم 90 درجه 1، مشکلی نیست. مخرج کوسینوس پی دوم میشه 0. حالا ببینیم این 0 0 مثبته یا 0 منفیه. بچه ها پی دوم از چپ، مثلا پی دوم یعنی 90 درجه، از چپ یعنی یه ذره کمتر، مثلا 89 9 دهم، میفته تو ربع اول. شما برای سینوس کوسینوس هر وقت 0 شد خواستید ببینید مثلا اینجا 0 را مثبت منفی چیه، براش میاد تعیین علامت از قانون هستک استفاده میکنید. ه همه تو ربع اول مثبت، سین سینوس تو ربع دوم مثبت، ت تانژانت تو ربع سوم مثبت، و ک کوسینوس تو ربع چهارم مثبت. آقا پی دوم از چپ ربع اوله، کوسینوس پی دوم از چپ میشه 0 مثبت. چرا؟ چون میشه تو ربع اول. ببین تقریبا رو دایره اینجاها میشه، مقدار کوسینوس از 0 یه مقدار بیشتره. خب عدد مثبت به 0 مثبت میشه مثبت بی‌نهایت. اینم مثلثاتیش بود. خب تعبیر هندسیش هم بخونیم، اصلا وقتی میگیم بی‌نهایت شده یعنی چی. آقا نگاه کن تعبیر هندسی حدهای نامتناهی، مثلا میگه حدش توی x به سمت a از چپ شده مثبت بی‌نهایت. یعنی که اگه من یه خط اینجوری بکشم که به این میگن مجانب، که حالا برای رشته ریاضی دونستنش لازمه، به عددی که فقط ریشه مخرج باشه میگن مجانب قائم. فقط ریشه مخرج، همزمان ریشه صورت مخرج نه، اگه اونجوری باشه صفر صفر میشه، رفع پامش میکنیم که رو شکلم یه حفره ایجاد میکنه. خب از چپ نگاه کن، یعنی از سمت چپ وقتی میریم به سمت این مجانب قائم جواب میشه مثبت بی‌نهایت. یا مثلا x به سمت a از راست شده مثبت بی‌نهایت، یعنی از سمت راست میریم به سمت این عدد، نمودار میره به سمت مثبت بی‌نهایت. اینا به هم میرن بالا، میرن بالا، ولی هیچ وقت به هم نمیرسن، فقط به هم نزدیک میشن.
یا نگاه کن اینجا رو، از چپ شده منفی بینهت، خب شکلش اینجوریه و به همین صورت شکل‌های مختلفی هست که من دونه دونه کشیدم. آه اصلا از چپ و راست از دو طرف بره مثبت بینهت اینجوری میشه، در اصطلاح میگیم یه آتش فشان داریم. و اگه x به سمت آ مثبت منفی بشه منفی بینهت، میگیم یه آتش فشان برعکس داریم. نگاه کن دقیقاً برعکسشه. اینم که از چپ الان مثلا شده مثبت بینهت، از راست شده منفی بینهت. این از چپ شده منفی بینهت، از راست شده مثبت بینهت. خب این انواع و اقسام مدل‌ها و تحلیل‌های نموداریش بود که ما خوندیم. شما برای سوالا پس فقط همینا رو بلد باشید کافیه، مگر اینکه قدر مطلق و براکت ببینید که قدر مطلق اول نیاز به تعیین علامت دارن، براکت ها تعیین عدد. یعنی شما اگه وقت تو سوال براکت دیدید اول براکت و عدد تبدیل کن، بعد تازه سوال رو حل کن. حالا اونا رو توی مثالا هست، آقای شعبان‌علی زحمت میکشن و براتون حلش میکنن. خدمت شما آقای شعبان‌علی. سلامت باشید. بچه ها بریم سراغ تمرین شماره 6. به هم گفته نمودار توابع F, G و H در شکل‌های زیر نشون داده شدن، با توجه به آنها حدها رو به دست بیارید. بیایم اینجا ببین تابع FX خوبه. نگاه کن، هم ضابطه رو به هم داده هم برام نمودار کشیده. بچه ها اولیه، به هم گفته لیمیت FX وقتی که Xمون داره میره به سمت 2 از چپ یا 2 کمتر. یعنی بچه ها اگر این نقطه 2 باشه، ما یه مقداری سمت چپ نقطه 2 وای میستیم. خب وقتی سمت چپ نقطه 2 وایسم، کجاها رو میبینم؟ قبول داری دارم میرم به سمت پایین؟ آقای لشینی بهمون گفت وقتی اینقدر میریم به سمت پایین این جواب میشه منفی بی‌نهایت. 2 از راست، یعنی ببین دارم میرم به سمت بالا، پس جواب میشه چی؟ میشه مثبت بی‌نهایت. این خطم که مجانبه قائممونه، یعنی فقط ریشه مخرج. بریم بعدی، لوگاریتم x در پایه 3. گفته به هم بچه x داره میره به سمت 0 بیشتر، یعنی سمت راست نقطه 3. سمت راست نقطه 3 میشه چی؟ میشه منفی بی‌نهایت. داریم میریم به سمت پایین. بریم اینجا، به هم گفته توی این نمودار آقا x داره میره به سمت منفی 2 از راست. یعنی بچه ها شما نقطه منفی پی دوم رو به دست بیارید، مشخصش بکنید، برید سمت راستش. سمت راستش اینجاها میشه، سمت راستش میشه منفی بی نهایت. بعدی پی دوم کمتر، یعنی این دفعه پی دوم مشخص کن، برو سمت چپش. سمت چپش اینجاست، جواب میشه چی؟ میشه مثبت بی نهایت. به هم گفته پی دوم از راست. بچه ها یعنی سمت راست پی دوم، یعنی اینجاها. خب جواب طبیعتاً منفی بی نهایت. بریم جلوتر. خب بچه ها بریم سراغ تمرین شماره 7. به هم گفته این عبارت به چه معناست؟ ببین گفته لیمیت اف ایکس وقتی که ایکسمون داره میره به سمت 2 کمتر یا 2 از سمت چپ، جواب شده مثبت بی نهایت. بچه ها شکلشو من برات بکشم، یعنی این اگر خط x مساوی 2 من باشه، گفته 2 کمتر، یعنی چپ یا راست؟ یعنی چپش. جواب چی میشه؟ میشه مثبت بی نهایت. یعنی جواب یه همچین شکلیه. قبوله؟ آره یا نه؟ این به این صورته. بریم بعدیش. به هم چی گفته؟ گفته x داره میره به سمت 2 بیشتر. ببین من بازم این خط چینم رو میکشم، x مساوی 2 رو میکشم، مجانب قائم رو میکشم، بچه های رشته ریاضی مجانب قائم رو میکشم، جواب این دفعه شده منفی بی نهایت. ببین منفی بی نهایت یعنی اینجا. حله؟ این به این معنی. بریم بعدش، تمرین بعد به همون چی میگه؟ قسمت پ، گفته نمودار تابعی مانند اف را رسم کنید که در هر دو شرایط صدق بکنه. بچه ها ما یه تابع میخواییم رسم بکنیم. خوب به هم گوش بده، من میخوام یه تابع برات رسم بکنم. اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن، این خط x مساوی 2 منه، اول بذارمش. قبوله یا نه؟ ببین من میتونم مثلا چی بگم؟ بگم y مساوی 1 بر روی x منهای 2. کاری که من میکنم رو انجام بده. جواب بالا رو ببین، 2 از سمت راست شده بود منفی بی نهایت. خب آقا الان من اگر 2 از سمت راست بذارم که میشه مثبت بی نهایت. خب بچه ها کافیه اینجا بهش یه دونه منفی بدیم، نمیخواد الکی سختش بکنیم. ببین الان اینجا 2 از سمت راست بهش بدم، یعنی 2/1. بچه ها 2/1 میشه 0 بیشتر تقسیم بر منفی، یعنی منفی بی نهایت. و وقتی بهش 2 کمتر بدم یعنی 1/9. 1/9 منهای 2 یعنی 0 کمتر، با منفی بالا میشه مثبت بی نهایت. یعنی یه همچین شکلی. حله؟ دیگه حالا خیلی نمیخوایم دقیق رسمش بکنیم. بریم جلوتر.
به هم گفته تمرین شماره 8. گفته حاصل حدهای زیر را به دست بیارید. تمرین اول، من یه مقدار میذارم. بالا میشه 2 ضرب در 5 یعنی 10، پایین 5 بیشتر منهای 5 یعنی 5 و 1/10 منهای 5 یعنی مثبت 1/10 یعنی 0 بیشتر. طبیعتا جواب میشه مثبت بی نهایت. بعدی، توی صورت کسرم میگم 1 منهای 5 تا 1 دارم، یعنی 1 منهای 5 تا 3 یعنی -14. پایین، ببین 3 بیشتر یعنی 3 و 1/10 به توان 2 برسه، یعنی یه مقداری از 9 بیشتره. منهای 9 بشه طبیعتاً 0 بیشتره. جواب میشه چی؟ میشه -(بی‌نهایت). پایینی، نگاه کن، به هم گفته ایکس من داره میره به سمت -2 کمتر. بچه ها -2 رو توی صورت بذارم، -3 تو -2 میشه -6. توی مخرج ببین، گفته از -2 یه مقداری کمتریم، یعنی -2 1/10 به توان 2 برسه، انگار 2 1/10 به توان 2 رسیده، یعنی یه مقداری از 4 بیشتریم. 4 بیشتر منهای 4 میشه طبیعتاً 0 بیشتر و جواب میشه چی؟ میشه مثبت بی نهایت. بعدی، آقا اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن، به هم نگفته ایکس داره میره به سمت 0 بیشتر یا 0 کمتر. چیکار بکنم؟ باید جفتش رو بذارم. بچه ها ببین، منو جفتشو میذارم، میگم یه بار دارم لیمیت 1، اینجا ایکس بره به سمت 0 بیشتر، یعنی 0 بیشتر به توان 2 که بازم طبیعتاً 0 بیشتره، میشه مثبت بی نهایت. یه بارم ایکس داره میره به سمت 0 کمتر. بچه ها 0 کمتر به توان 2 برسه، ببین 0 کمتر به توان 2 برسه، بازم میشه 0 بیشتر، یعنی 0 مثبت، بازم میشه مثبت بی نهایت. نگاه کن، پس اگر ما x به توان 2 داشتیم یا قدر مطلق داشتیم، اینا کلن منفی خورن دیگه، یعنی اگر داخلشون منفی بشه باز به همون جواب مثبت میدن. تمرین بعد رو نگاه کن، بازم به هم نگفته x داره میره به سمت 0 بیشتر یا 3 کمتر. نگاه کن، من اگر خود 3 رو بذارم بالا چی میشه؟ بالا میشه 2. پایین، قبول داری یا 0 بیشتره یا 0 کمتره، مگه داخل قدر مطلق نیست؟ خب قدر مطلق منفی هرم میخوره، بازم میشه 0 بیشتر، یعنی باز هم جواب میشه مثبت بی نهایت. به همین راحتی. بریم جلوتر، اینجا نگاه کن. بچه ها اگر بالا 0 بذاریم x به علاوه 1 میشه 1. پایینو ببین، سینوس به توان 2 x. بچه ها اگر توان 2 رو نداشتیم، ببین منو، من برات یه دایره مثلثاتی بکشم، اگر توان 2 رو نداشتم، 0 بیشتر میفته اینجاها، این 0 بیشتره، این هم 0 کمتره، درسته یا نه؟ طبق هستکی که آقای لشینی بهمون گفت، ببین بچه ها 0 بیشتر تو ناحیه اول سینوس مثبته، 0 کمتر تو ناحیه چهارم یعنی سینوس منفیه. حالا باز اینجا توان 2 دارم، یعنی بچه ها فرقی نمی کنه چه 0 بیشتر باشم چه 0 کمتر، وقتی به توان 2 میرسم میشه 1 بر روی 0 بیشتر یا 0 مثبت، که جواب بازم میشه مثبت بی نهایت. تمرین بعدیش، نگاه کن، بازم توان 2 دارم، یعنی 9 بر روی 0 بیشتر دیگه، دستمون راه افتاده، پس میشه بازم مثبت بی نهایت. پایین توان 4 دارم، آقا توان 4 همون توان زوجه، همون قدر مطلق منو داره انجام میده. بالا -1، پایین 0، چه مثبت بشه چه منفی به توان زوج میرسه، یعنی 1 بر روی 0 بیشتر، بازم جواب مثبت بی نهایت. بریم جلوتر، اینجا یه سری از بچه ها اینجا، فقط اینجا بچه ها -1 من منفیش رو ندیدم، که جواب میشه چی؟ میشه منفی بی نهایت. فقط یه سری از بچه ها مثلا جواب میشه مثبت بی نهایت، مثبت رو نمیذارن، اینجا باید مثبت و منفی مشخص بشه، نگه آقا من علامتش نذاشتم منظورم مثبت ها، معلم مدرسه فکر میکنه همینجوری فقط نوشتی بی نهایت که یه نمره بگیری، مثبت یا منفی بودنش خیلی مهمه. بریم سراغ تمرین بعدی، آقا من اگر توی صورتم -1/2 بذارم، 4 تا منهای 1/2 میشه -2، به علاوه 1 بشه میشه -1. پایینم که بازم 0، چه بیشتر بشه چه کمتر داره به توان 2 میرسه، پس بازم میشه -1 بر روی 0 بیشتر، جواب -(بی‌نهایت). پایین، من نگاه کن، من نگاه کن، به هم گفته 1 بر روی کوسینوس، وقتی که x داره میره به سمت π2 بیشتر، π2 کمترش آقای لشینی بهمون گفت تو رو به اول میافتاد،
پی دوم بیشتر یعنی یه مقداری از 90 درجه بیشتر. ببین اگر 90 درجه باشه یه خورده بیشتره، یعنی تو رو به چندم میافتیم، تو رو به دوم میافتیم. طبق هستک کوسینوس منفیه، یعنی یک به روی صفر کمتر، جواب منفی بی نهایت. بعدی بازم کاری که آقای لشینی برامون انجام داد، گفت آقا تانجان دیدی بنویس سینوس به کوسینوس، این هم سینوس به کوسینوس. سینوس پی دوم یکه، مثل بالاییه. پی دوم بیشتر بازم میشه صفر کمتر، بازم جواب منفی بی نهایت. این هم از این. بریم جلوتر. آهان، رسیدیم به اصل مطلب، قدر مطلق و براکت. ببین توضیحش رو یاد گرفتیم بچه ها. هر موقع براکت داریم، اول از همه قبل از اینکه هر کاری بخوام انجام بدم، براکت رو به عدد تبدیل میکنم و هر موقع قدر مطلق دارم باید اون رو تعیین علامتش بکنم. بریم ببینیم چی داریم. تمرین اولمون گفته x داره میره به سمت 3 کمتر. بچه ها 3 کمتر یعنی 2.9. پارسال خوندیم براکت 2.9 میشه چقدر؟ میشه 2. پس من مقدارش رو اینجا میذارم، میگم 2 منهای 3 به روی x منهای 3. قبوله؟ اول تکلیف براکت رو روشن میکنم، بعدش میرم مقدار میدم. ببین بالا چی دارم؟ منفی 1. پایین 3 کمتر منهای 3، 2.9 منهای 3 میشه طبیعتاً 0 کمتر. منفی در منفی هم میشه چی بچه ها؟ مثبت بی نهایت. بعدی می نویسم لیمیت. ببین براکت منفی 1/3، ببین براکت منفی 1/3 اینجوری بهت بگم، اینجا منفی 1 اینجا 0ه، براکت منفی 1/3. خب ما این توپ رو ولش کنیم اینجا تو چم میفته؟ تو منفی 1 میفته. این منفی 1. پایین فقط یه دونه قدر مطلق دارم، یعنی بچه‌ها فرقی نمی‌کنه براش چه صفر بیشتر باشه چه صفر کمتر باشه، چون داخل قدر مطلقه بهمون چی میده؟ صفر مثبت میده. پس جواب میشه چی؟ میشه منفی بی نهایت. بریم بعدی. نگاه کن یه چیزی اینجا داره چشمک میزنه بچه ها. این x به علاوه 2 فعلا کاری باش ندارم، توی مخرج x2 به علاوه 4 x به علاوه 4، خب طبیعتاً باز شده یه اتحاد مربع دیگه، باز شده x به علاوه 2 به توان 2. x مون هم که داره میره به سمت منفی 2، x به علاوه 2 رو با توان این میزنم، یعنی چیزی که برای من میمونه 1. اینجا هم x به علاوه 2، x مون هم داره میره به سمت منفی 2 بیشتر، اینجا هم بذارم بیشترشو. منفی 2 بیشتر یعنی یه مقداری از منفی 2 بیشتریم، یعنی منفی 1.9. بچه ها منفی 1.9 به علاوه 2 میشه مثبت 1/10، یعنی صفر بیشتر. قبوله؟ که جواب میشه چی؟ میشه مثبت بی نهایت. بریم بعدی. بریم بعدی. نگاه کن اینجا رو، نگاه کن اینجا رو. این تیپ سوالا مهمن. بریم مقدار بدیم ببینیم چی میگه بهمون. آقا من اگر توی صورتم، نگاه کن، من اگر توی صورت بخوام بهش 3 بدم، 3 به توان 2 میشه 9 به علاوه 6 منهای 1. توی مخرج رو ببین بچه ها، اینجا رو نگاه کن، هم هنر میتونیم بریم که یاد گرفتیم امروز، هم میتونم اینو سادهش بکنم، یعنی اتحاد جمله مشترکه. قبول میشه x به علاوه 4 در x منهای 3. بچه ها اگر به جای x هم 3 بذارم، x به علاوه 4، یعنی 3 به علاوه 4 که میشه 7، علامتش مثبته. 3 کمتر بذارم یعنی 2.9، اینجا میشه 0 کمتر. ببین بالا که تکلیفش معلومه، 9 و 6 میشه 15 منهای 1 میشه 14، 7 مثبت ضرب در 0 منفی باز میشه 0 منفی. اگر اینجا ببین هفتمون میشد منفی 7، منفی 7 توی منفی ضرب میشد، اینجا میشد 0 بیشتر. قبوله؟ پس جواب کلیمون میشه چی؟ منفی بی نهایت. بریم سراغ تمرین های بعدیمون ببینیم چی داریم. خب به هم گفته توابع F و J را در نظر بگیرید. لیمیت F وقتی که X داره میره به سمت 0 و لیمیت J وقتی که X داره میره به سمت 0 رو به دست بیارید. بچه ها لیمیت F وقتی که X داره میره به سمت 0، یعنی لیمیت 1 به روی x به توان 2 وقتی که x داره میره به سمت 0. مشابهش رو خیلی حل کردیم، باید یه بار بگم 0 بیشتر یه بار 0 کمتر. ما دیگه دستمون رو افتاده، چه 0 بیشتر چه 0 کمتر باشیم به توان 2 برسیم میشه 1 به روی 0 بیشتر، یعنی مثبت بی نهایت. لیمیت ژ بچه من یهو ضابطه ژ رو بنویسم، یعنی لیمیت x به علاوه 1 x داره میره به سمت 0، جواب چیه؟ 1.
قبوله؟ اینجا گفته به هم تابع F به علاوه J را به صورت یک تابع گویا بنویسید و حاصل این آقا رو حساب کنید. بچه ها من یه لحظه نگاه کن، میتونیم چجوری بگیم؟ ببین قانون داریم، پارسال شما توی 11 هم خوندیم لیمیت F به علاوه JX، میگم صرفا یادت باشه، میتونیم بگیم لیمیت F به علاوه لیمیت J. ولی میخوام اول از همه گویاش کنم. ببین اینجا رو میخوام F و J رو با هم دیگه جمعش بکنم. میگیم F به علاوه J X چی میشه؟ X به علاوه 1 به علاوه 1 به روی X2. بچه ها یه مخرج مشترک، مخرجش میشه X2. ببین به اینا هر کدوم مخرج 1 میدم. X2 توی X میشه X به توان 3، X2 توی 1 میشه X به توان 2 به علاوه 1. به هم گفته حالا حاصل این رو وقتی که X داره میره به سمت 0 حساب کن. X به توان 3 به علاوه X2 به علاوه 1، اینجا هم که X2. ببین من اگر به جای X هم 0 بذارم بالا میشه 1، پایین بازم 0 بیشتره دیگه. قبوله؟ بازم جواب میشه چی؟ مثبت بی نهایت. بریم سراغ تمرین شماره بعدی. گفته آقا F ضرب درجه رو حساب کن. خب بیا F ضرب درجه X یعنی 1 به روی X2 ضرب در X به علاوه 1، طبیعتاً میشه X به علاوه 1 تقسیم بر X به توان 2. حدشو بگیرم میگم لیمیت X به علاوه 1 به روی X به توان 2 وقتی که X داره میره به سمت 0. بازم نگاه کن بالا 1، پایینم میشه بازم 0 بیشتر، یعنی بازم جواب میشه مثبت بی نهایت. بریم سراغ تمرین شماره 10. حواسا به منه. به هم گفته کدام شکل زیر وضعیت نمودار تابع F رو در همسایگی یک نشون میده، یعنی اطراف یک داره نشون میده، یکی بیشتر یکی کمتر. بچه ها اینجا رو یه لحظه ببین، X2 به علاوه X به علاوه 1 باز شده یه اتحاد مربع X منهای 1 به توان 2. ما هر موقع بخوایم ببینیم همسایگی یه عدد نمودارمون به چه شکلیه کافیه حد بگیریم. ببین منو میگم لیمیت X بالا X منهای 1 به توان 2 پایین، X مون هم که داره میره به سمت 1. بچه ها پایین رو نگاه کن، مگه توان 2 ندارم؟ ببین 1 رو اگر بالا بذارم که میشه 1، پایین بذارم 1 بیشتر بذارم میشه 0 بیشتر، 1 کمتر بذارم میشه 0 کمتر. یعنی ببین 0 بیشتر و کمتر قراره به توان 2 برسه، یعنی 1 به روی 0 بیشتر جواب میشه مثبت بی نهایت. یعنی بچه ها ما چه سمت راستش باشیم چه سمت چپش باشیم میریم به سمت بالا. کدوم همون آتش فشان است که آقای لشینی بهمون گفت؟ اینا هاش حله؟ این از این. بریم سراغ قسمت بعدی. خب رسیدیم به درسنامه حد در بی نهایت و آقای لشینی. خب ممنونم، مرسی. خب بچه ها ببینید این قسمت تموم شد، ما یه سرتیتر دیگه داریم. این سرتیتر کلن با بقیه قسمت ها فرق میکنه. خیلی ها همیشه این سوال رو میپرسن سر کلاس، آقا از کجا بفهمیم با کدوم روش بریم؟ از کجا بفهمیم کدوم صفر صفرمه؟ از کجا بفهمیم کدوم حد بی‌نهایته؟ کجا بفهمیم حد در بی‌نهایته؟ آقا صفر صفرم که خب معلومه، صورت صفر میشه مخرجم صفر میشه. عدد به روی صفر هم که میگفتیم حد بی‌نهایت، عدد به روی صفر. ولی تا اینجا ما هرچی خوندیم ایکسش به سمت یه عددی میل میکرد، از اینجا به بعد ایکسش به سمت بی‌نهایت میل میکنه. به این خاطر بهش میگن حد در بی‌نهایت. اصلا قاعده این با بقیه فرق میکنه. چرا؟ چون حتما توی حد در بی‌نهایت ها x به سمت بی‌نهایت میرود. حالا بی‌نهایت میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، هر کدومش میتونه باشه. ما یه قاعده کتابمون گفته، اول با اون قاعده کتاب میگم، بعد از تمرین کتاب یه راه سریعتر هم پیدا میکنیم، حالا چند تایش هم اونجوری حل میکنیم، ولی من توصیه‌ام همین قاعده کتابه. کتاب میگه اینو بلد باش، یک به روی x به توان n تو بی‌نهایت میشه صفر. مثلا لیمیت اصلا یک نباشه اینجا، هر عددی میخواد باشه، k باشه، دو به روی x مثلا x به سمت بی‌نهایت میگی صفر. میگه لیمیت منفی دو به روی مثلا x x به سمت منفی بی‌نهایت میگی صفر. کلا اگه درجه مخرج از صورت بیشتر بود میشه صفر. حالا این به چه دردمون میخوره؟ میگه آقا سوالایی که اینجا بهت میدم معمولا کسریه، حالا رادیکالی هم اگه دادن یه قاعده های خاص خودش رو داره،
میشه اونم مثلا حالا معمولا چیزی میدم تو مزدوج ضرب بشه کسری بشه، تو تمرینای کتاب زیاد بهش اشاره نشده، بعیدم از برای امتحانات بیاد، ما هم زیاد روی اونا مانور نمیدیم. میگه هر وقت یه کس دیدی از بزرگترین درجه صورت و بزرگترین درجه مخرج فاکتور بگیر، بعد اکثر چیزایی که ساخته میشن شبیه این خواهم بود که جوابشون میشه صفر. یه چیزی هم حالا چون خیلیا توش اشکال دارن، بچه حد عدد همیشه عدد دیگه، مثلا بگن لیمیت پنج چنده، میگی پنج دیگه، مهم نیست به سمت چی بره، اینم بلد باش. پس ببین تو سوالاتشو دیدی از کجا بفهمی حد در بی‌نهایته؟ ایکسش ببین به سمت چی میل میکنه. خب الان نگاه، ایکسش به سمت بی‌نهایت میل کرده، از بزرگترین درجه صورت و مخرج فاکتور میگیرم، توی اولی از ایکس فاکتور بگیرم، از اینجا میمونه منفی 3، بعدی ایکس بوده، من ایکس 3 فاکتور گرفتم، خب پس قطعا میشه 1 به روی ایکس 2. نگاه کن، ایکس 3 توی 1 به روی ایکس 2 ضرب بشه میشه ایکس، بعدی هم میشه 1 به روی ایکس 3. پایین از ایکس 3 فاکتور بگیرم، اولی میشه 6 منهای 2 به روی ایکس 2 به اضافه 1 به روی ایکس 3، ایکس به سمت مثبت منفی بی‌نهایت. یه ذره بزرگ نوشتم این ایکس رو بیارم این ورتر که با بعدی تداخل ایجاد نکنه. خب حالا نگاه کن، ایکس به توان 3 ها با هم میرن. بچه این قسمت 1 به روی ایکس 2 تو بی‌نهایت طبق این قانون 1 به روی ایکس 2 1 به روی ایکس 3 اینا تو بی‌نهایت میشن 0. ببین الان من میخوام حد تو بی‌نهایت بگیرم، اینجا میشه 0، اینجا میشه 0، بالا فقط منفی 3 میمونه، پایینم اینجا میشه 0، اینجا میشه 0، فقط 6 میمونه، منفی 3 به روی 6 میشه منفی 1 دوم. این هم از جوابش. یکی دیگه، درجه صورت x، درجه مخرج x2 این سری. خب من کاری که انجام میدم اینه، نگاه کن، میام توی صورت و مخرج از بزرگترین درجه فاکتور میگیرم، مثلا از x فاکتور بگیر، میمونه 3 به اضافه 5x، پایین از x2 فاکتور بگیر میشه 1 منهای 1 به روی x2. خب جاهایش که میشه با هم زد رو فعلا بزنیم، x رو با توان این میزنم، 5x هم میشه 0، منفی 1 به روی x2 هم میشه 0، بالا یه 3 موند، پایین یه 1 موند، یه x که ضرب بشه میشه x، حدش رو میخواد تو مثبت بی‌نهایت. باز درجه مخرج x بالا 3، درجهش 0 شده، چون درجه مخرج بیشتره باز جواب میشه 0. عدد به روی x کلن دیدی به توان n، وقتی x به سمت بی‌نهایت میره میشه 0. یکی دیگه، این یکی رو نگاه کنید، مثلا مورد بعدی رو نگاه کنید بچه ها، اینو بهمون داده. باز شروع میکنم، حالا من پایینش مینویسم، یه مقدار میارم پایین تر، توی صورت از x فاکتور بگیریم 3 منهای 7 به روی x2 به اضافه 1 به روی x3، پایین از x2 فاکتور بگیرم 2 منهای 1 به روی x به اضافه 3 به روی x2. دیگه انتظار میره ازتون حداقل یه فاکتور گیری ساده بلد باشید. خب حدشو میخواد توی مثبت منفی بی‌نهایت. آقا من میام کاری که میکنم، خب اینجا 0 میشه، اینجا 0 میشه، عدد به روی x دیگه 0 میشه، اینجا هم 0 میشه، اینجا هم 0 میشه، x2 هم با توان این میره، فقط یه دونه توان یکش میمونه. حالا کاری که انجام میدیم، یه x مونده یه 3، پس میشه 3x، پایین یه 2 خالی مونده، x به سمت مثبت منفیه، چه مثبته؟ زشتی، مثبت منفیه بی‌نهایت. خب اینو من بخوام حساب کنم، 3 دوم میشه 3 دوم ضرب داره مثلا مثبت منفی بی‌نهایت، خب قطعا میشه مثبت منفی بی‌نهایت دیگه، بستگی داره که کدومش باشه، مثلا اگه مثبت بی‌نهایت اینجا بذاریم میشه 3 دوم ضرب داره مثبت بی‌نهایت، مثبت بی‌نهایت مثلا یه دریاه، توی عدد مثبت ضرب بشه مثبت میمونه، منفی بی‌نهایت مثلا یه دریای منفیه، تو 3 دوم ضرب بشه بازم منفی میمونه، پس اونم میشه منفی بی‌نهایت، پس شد مثبت منفی بی‌نهایت. خب اینو از روی این قسمت الان حسابش کردیم، نوشتیمش. حالا این تمرین کتاب عملا یه راه تستی برامون ایجاد میکنه، سلیقه ای هم هست، بعضی مدارس قبول میکنن، بعضی از معلم ها قبول میکنن، بعضی ها قبول نمیکنن، ما سعی کردیم حالا دو مدلش رو بگیم، جفت سلیقه ها رو پوشش بده. میگیم اگه یه چند جمله دیدی مثلا درجهش n، یه چند جمله یه درجه m، گفته بود اینا به همدیگه تقسیم شدن، خب
حدش تو بی‌نهایت چی میشه؟ من کاری که انجام میدم نگاه کن، ضریب بزرگترین درجهشو برمیدارم، در اصطلاح بهش میگیم پرتوان بردار، جمله‌ای که توانش از همه بیشتره رو برمیدارم، چه تو صورت چه تو مخرج. خب و بعدش فقط همونا رو به هم تقسیم میکنم، میشه آن بین ایکس به توان ان منهای ام. حالا این چند حالت براش رخ میده. اگر نگاه کن اینجا پایین نوشتمش، حالتایی که رخ میده ایناست، ان منهای ام، ان صورت بود، ام مخرج بود. اگه درجه صورت بیشتر بود جواب میشه مثبت منفی و بی‌نهایت. اگه هم درجه بودن خب اینجا ایکس به توان صفر میپره، فقط ضریباشون به هم تقسیم میشه. و اگه درجه مخرج بیشتر بود میشه صفر. یه مثال خیلی کوچولو اینجا بزنم، مثلا میگن دو تا ایکس دو به اضافه 5x به روی مثلا ایکس منهای 1 ایکس به سمت مثبت منفی بینهایت. تو اول پرتوانو بردار، یعنی فقط اینو این بزرگر رو برمیداریم. خب که این میشه دو تا ایکس دو به روی ایکس ایکس به سمت مثبت منفی بینهایت. درجه صورت بیشتر یا مخرج؟ مخرج. وقتی درجه مخرج بیشتره جواب میشه صفر. نگاه کن گفتم اگه هم درجه بودن مثلا 5x منهای 1 7x به اضافه 3 x به سمت مثبت منفی بینهایت. اینا فقط مال بینهایت ها. ببین چند بار تکرار کردم، بزرگترین درجه ها رو بردار، 5x و 7x میشه چی؟ میشه حد 5x به روی 7x x به سمت مثبت منفی بینهایت که دقیقا میشه 5/7. خب یا مثلا آخری درجه صورت بیشتر باشه، درجه صورت بیشتر باشه مثلا یه مثال این اصلا x3 خالی بریم مثلا x2 منهای 1 x به سمت مثبت منفی بینهایت. خب میشه x3 به روی x2 x به سمت مثبت منفی بینهایت، چون درجه صورت بیشتره جواب میشه مثبت منفی بینهایت، چون درجه صورتمون بیشتر شده. خب پس اینم از این، اینم حالا یه حالت بود که خوندیم. پس من آقا بزرگ برداری میکنم، گنده برداری میکنم، بزرگترین رو برمیدارم، بعد از رو درجه هاش تقسیم میگیرم. درجه صورت بیشتر بود میگیم بی‌نهایت، هم درجه بودن ضریبا تقسیم میشه، درجه مخرج بیشتر بود میگیم صفر. که بارها توی کنکورم سوال اومده و غالبا گفتم مثلا حدش تو بی‌نهایت شده عدد، مثلا شده عدد غیر صفر، شما سریع بعد میفهمیدید درجه صورت و مخرج یکی بودن. که حالا این توی این کلاسمون نمیخوایم به اینا بپردازیم. خب یه چیزی هم نوشتم، نوشتم سینوس کوسینوس براکت ایکس به اضافه براکت منفی ایکس و ایکس منهای براکت ایکس در بی‌نهایت حد ندارن. اینا مثلا میگن سینوس بی‌نهایت چی میشه نمیدونیم، اینا رواستون باشه، نوسانی ان، نمیفهمیم بی‌نهایت به چی میرسن. یه تحلیل نموداریش هم گذاشتم. آقا وقتی میگم مثلا تو مثبت منفی بی‌نهایت شده صفر، نگاه کن اینجوری، یعنی مثلا 1x اگه اینجا مثبت بی‌نهایت بذاری، 1 به روی مثبت بی‌نهایت بذاری، تقریبا میرسه به صفر مثبت، و اگه منفی بی‌نهایت بذاری، 1 به روی منفی بی‌نهایت هم تقریبا میشه صفر منفی. این برام به همین صورت، مثلا مثبت بی‌نهایت بذاری نگاه کن شده مثبت بی‌نهایت x خالی، منفی بی‌نهایت بذاری شده منفی بی‌نهایت. یعنی هر چیزی ممکنه بشه، صفر میتونه بشه، بی‌نهایت میتونه بشه، حتی عدد هم میتونه بشه. یعنی ببین x الان میره به سمت مثبت بینهایت، اینم میره به سمت مثبت یا میره منفی. حالا میتونست به سمت یه عددی بره، تو کتریا به خصوص سوابع هموگرافیک این خیلی مرسومه. خب اینم تقریبا میشه گفت حالا آخرین سرتیتر این بخشتون بود. بچه حالا یه توصیه هم بهتون بگم، اینا رو خوب کار کنید و سعی کنید این تستاش رو، این تمریناش رو چندین و چند بار حل کنید. حتی مثلا من یه دونه سوال اون بالا حل کردم جواب آخرشو نگفتم توی بی‌نهایت و حتی توی اون قسمت قبلی. حتی اینا رو خودتون حل کنید، جواباتون هم برای ما بفرستید، که این باعث بشه که یه مقدار ذهنتون درگیر شه. راه موفقیت توی این جور سوالا اینه که شما انقدر تنوعش رو ببرید بالا و انقدر سوال حل کنید که دیگه دستتون بیاد کدومش از کدوم قاعده استفاده میشه. خیلی از بچه‌ها بیشتر توی این میمونن. حالا آقای شعبان علی زحمت میکشن برامون تمرین‌ها این قسمت رو هم حل میکنن که کامل متوجه بشید. خدمت شما. مرسی. خب بچه ها پس ما یاد گرفتیم عدد به روی بی نهایت میشه صفر. نگاه کن تمرین اول گفته x ما داره میره به سمت بی نهایت. خب اینجا چیه؟ عدد به روی بی نهایت دیگه. شب بخیر. صفر میشه 9. بریم بعدی. آقا من اگر به جای x هم بی نهایت بذارم بازم عدد به روی بی نهایت دیگه، به روی منفی بی نهایت دیگه، بازم میشه صفر. بریم بعدی. آقا عدد به روی بی نهایت
اینجا هم عدد به روی بی‌نهایت. ببین منو، از صورت من یه دونه 3 مونده، از مخرجم منفی 5 مونده. بریم بعدی. نگاه کن. یاد گرفتیم. روش مدرسه ایش این بود. ببین، از بزرگترین ایکسمون فاکتور بگیریم. توی صورت بزرگترین ایکس من توانش 1ه. از ایکسش فاکتور بگیرم، اولی 2 میمونه، بعدی منفی 1 به روی ایکس. توی مخرج از ایکس فاکتور بگیرم، از اولی 3، از بعدی هم 1 به روی ایکس میمونه. یاد گرفتیم بچه ها. من اول از همه ایکس رو با این ایکس میزنم، یک ایکسوم و منفی یک ایکسوم که صفر دیگه، یعنی جواب توی صورت 2 میمونه، توی مخرج 3 میمونه. بریم با هم دیگه سراغ تمرین بعدی. ببین اینجا رو من فقط بالایی رو پاک میکنم بچه ها، باطن این که دیگه خیلی تو هم نباشه و بتونید واضح تر ببینید. اینجا نگاه کن، بزرگترین توان ایکسمون 2، فاکتور میگیرم ازش، میگم لیمیته. اینجا از ایکس به توان 2 فاکتور بگیرم، از اولی 2، از بعدی منفی 3 به روی ایکس، از بعدی هم 1 به روی ایکس به توان 2. توی مخرج ببین، بازم بزرگترین توانمون 2، از ایکس 2 فاکتور بگیرم، از اولی 1، از بعدی مثبت 5 به روی ایکس، بعدی هم منفی 3 به روی ایکس به توان 2 میمونه. ایکس ما داره میره به سمت منفی بی نهایت. ایکس 2 با هم دیگه میرن. اینجا عدد به روی بی نهایت 0، عدد به روی بی نهایت 0 و همینطور توی مخرجمون. بالا 2 مونده، پایین 1 مونده. یعنی جواب میشه چی؟ جواب میشه عدد 2. بریم اینجا. نگاه کن. بعدی رو ببین. یه چند تام از اونا ببینیم بچه‌ها. نگاه کن. آقای لشینی بهمون گفت وقتی توان صورت از توان مخرج بیشتره، ببین بزرگترین توان صورت از بزرگترین توان مخرج بیشتره، طبیعتاً جواب چی میشه؟ میشه بی نهایت. ببین اینجا رو، بزرگترین توان صورت 5ه، بزرگترین توان مخرجم 2ه. اگر اینجا رو ما همرزی بزنیم، میگیم 2 تا ایکس به توان 5 از بالا، یه دونه ایکس به توان 2 از پایین انتخاب میشه. سادش میکنم، میشه لیمیته 2 تا ایکس به توان 3. ایکسمون هم که داره میره به سمت منفی بی نهایت. بچه ها من نگاه کن، ایکس به توان 3 دارم، یعنی منفی بی نهایت به توان 3. منفی به توان 3 برسه منفی میمونه دیگه، یعنی بازم جواب چی میشه؟ میشه منفی بی نهایت. اینم از این تمرین. بریم اینجا، من چند تاشو همرزی هم میذارم براتون. بریم بعدی. نگاه کن، بازم از بزرگترین توان ایکس رو فاکتور میگیرم، بالای ایکس به توان 3 فاکتور میگیرم، از اولی منفی 6، از بعدی 7 به روی ایکس به توان 2، از بعدی منفی 9 به روی ایکس به توان 3 میمونه. توی مخرج بازم بزرگترین توانمون 3 هستش، ایکس به توان 3 گرفتم، اولی 2، بعدی منهای 4 به روی ایکس، بعدی هم چی میشه؟ ایکسشو گرفتم، 1 به روی ایکس به توان 2 میمونه. قبول آچا، ایکسمون هم که داره میره به سمت منفی بی نهایت. من منفیشو بذارم اینجا، ایکس به توان 3 با هم میره، عدد به روی بی نهایت 0، عدد به روی بی نهایت 0، اینا همه 0 میشه. ببین بالا منفی 6 دارم، پایین 2 دارم، یعنی جواب میشه چقدر؟ جواب میشه منفی 3. قبوله؟ دیگه خیلی تو هم شد، من با اجازتون اینو پاک میکنم. بریم اینجا، بازم بچه ها نگاه کن. ببین اینجا رو، بزرگترین توان صورت 3، ایکس به توان 3 رو فاکتور میگیرم، اولی 2، بعدی منفی 7 به روی ایکس به توان 2، بعدی هم 1 به روی ایکس به توان 3 میمونه. توی مخرج بزرگترین توانش چیه؟ ایکس به توان 2 فاکتور میگیرم، اولی 2، بعدی منفی 1 به روی ایکس، بعدی هم 3 به روی ایکس به توان 2 میمونه. ایکسمون داره میره به سمت مثبت و منفی بی نهایت. ببین عدد به روی بی نهایت، عدد به روی بی نهایت، شب بخیر. آقا ایکس به توان 2 با ایکس به توان 3 ساده میشه، یه دونه ایکس به توان 1 میمونه. درست میگم یا نه؟ ببین بالا اینجوری شده 2 تا ایکس، پایین شده 2. خب اینا با هم دیگه میره، ایکسمون هم که داره میره به سمت، فقط بالا 3 مونده بچه‌ها. ببینم بله، ضریبش 3 هستش، بالا رو 3 میذارم. پس من اینو پاک کنم. اینجا رو ببین،
دقیقاً همون مثالیه که انگار آقای لشینی برامون حل کردش. مثبت و منفی بی نهایت. قبول داری بالا زورش بیشتره، پس طبیعتاً جواب بازم میشه مثبت یا منفی بی نهایت. بریم بعدی. بچه ها، من این چند تای آخر رو هم از همرزی کمک میگیرم. یعنی پرتوانا، گنده بالا به گنده پایین. ببین، میگم لیمیته. گنده بالا منفی 3x به توان 3. گنده پایین 6x به توان 3. x میره به سمت مثبت و منفی بی نهایت. اینا با هم میره، جواب میشه منفی 1/2. بعدی. بچه ها، بعدی رو ببینید. میگیم لیمیته. گنده بالا 2x به توان 2. گنده پایین 4x به توان 3. x داره میره به سمت مثبت و منفی بی نهایت. آقا این x2 با این x به توان 3 میره، یه دونه x به توان 1 میمونه. یاد گرفتیم عدد به روی بی نهایت میشه چقدر؟ میشه 0. بعدی نگاه کن، بازم گنده بالا t2، گنده پایین t3. t داره میره به سمت منفی بی نهایت، بازم میشه لیمیت 1 به روی t که xمون داره میره به سمت منفی بی نهایت. یعنی عدد به روی بی نهایت جواب چنده؟ 0. بریم سراغ آخریه. من فقط اینا رو پاک کنم که دیگه خیلی تو هم نباشه. بیارمش بالا ببینی. خب بعدی رو ببین. گنده یه بالا چیه بچه ها؟ منفی x به توان 2. پایینم که 4x. x هم که داره میره به سمت مثبت و منفی بی نهایت. میشه لیمیته منفی x به روی 4. x میره به سمت مثبت و منفی بی نهایت. جواب چی میشه؟ جواب میشه منفی و مثبت بی نهایت. بچه ها نگاه کن، اگر بهش مثبت بی نهایت بدم تو این منفی ضرب میشه، میشه منفی بی نهایت. منفی بی نهایت بدم تو منفی ضرب میشه، میشه مثبت بی نهایت. بعدی اصلا کسری نداریم. خب گنده رو انتخاب میکنم، بهش منفی بی نهایت بدم، اونم به اون منفی بی نهایت میده. قبوله؟ اما آخریش نگاه کن، من با اجازه آقای لشینی درسنامه ی همرزی رادیکالیا رو به بچه ها بگم. اینجا فکر میکنم بگم کافی باشه. بچه ها نگاه کنید، ما اگر بخوایم لیمیت یه عبارت رادیکالی رو بگیریم، AX به توان 2 به علاوه BX به علاوه C، X داره میره به سمت مثلا مثبت بی نهایت. قبوله؟ چی کار میکنیم؟ میگیم آقا همرزیش رو اگر بخوام بگیرم اینجوری میگیم، میگیم رادیکال A، یه جوره انگار اول از همه بزرگه رو برمیداریم، رادیکال A در قدر مطلق X به علاوه B به روی 2. آقا این B چیه؟ B ضریب X. این 2 توانه انگار داره توی ضریبش ضرب میشه. اینجا رو ببین به همون گفته لیمیته یه دونه 2X دارم به علاوه. بچه ها ببین، رادیکال A من 4، پس میشه 2 در قدر مطلق X به علاوه B به روی 2. بی من 1، می نویسم 2 یعنی 2 ضرب در 4 که میشه 8. قبوله یا نه؟ X داره میره به سمت منفی بی نهایت. وقتی X میره به سمت منفی بی نهایت یعنی داخل قدر مطلق من مثبت میشه یا منفی؟ منفی. خودش میاد بیرون یا قرینش؟ قرینش. ببین چی میشه؟ میگم دارم لیمیت 2X، این اولی است، منفیش بیاد بیرون. ببین منفیه تو این دو ضرب میشه، میشه منفی 2x. منفی 1/8 بچه ها تو این دو ضرب بشه میشه منفی 1/4. x همون هم که داره میره به سمت منفی بی نهایت. اینا با هم دیگه میره، جواب میشه منفی 1/4. اینم بدونیم خوبه. و سراسری 98 هم اینن از این سوال داشتیم. بریم با هم دیگه سراغ تمرین شماره 12. به هم گفته نمودار تابع F به شکل زیره این حدا رو میخواییم به دست بیاریم. اولیش به هم گفته لیمیت F وقتی که X داره میره به سمت منفی بی نهایت. منفی بی نهایت یعنی برو به سمت چپ. ببین ایگرگت به چی میرسه؟ چپ. ایناش به همینجا داریم میریم به سمت چپ دیگه. ایگرگمون به چه عددی نزدیک داره میشه؟ به عدد 2. بریم بعدی. گفته منفی 1 بیشتر، یعنی سمت راست منفی 1. ایناش ببین سمت راست منفی 1 داریم میریم به سمت پایین. خب طبیعتاً میشه منفی بی نهایت دیگه. 1 بیشتر، آقا 1 بیشتر، اینهاش میشه چی؟ مثبت بی نهایت. بعدی منفی 1 کمتر میذاریم،
بچه ها ببین منفی یکی که بیشترش رو حساب کردی، منفی یکی که کمترش مونده بود. منفی یکی که کمتر یعنی سمت چپ منفی یک، اینهاش سمت چپ منفی یک میشه مثبت بی نهایت. یک کمتر یعنی اینهاش بازم میشه مثبت بی نهایت. اینجا گفته لیمیت اف وقتی که ایکس داره میره به سمت مثبت بی نهایت، یعنی ایکس همون داره میره به سمت راست راست. ببین ناش راست. پس میگم ایگرگ من داره به عدد یک نزدیک میشه. اینم آخرین تمرین بود و دیگه امیدوارم که استفاده کرده باشید. بچه ها کانال تلگرام من و آقای لشینی هم اینجا هستش، سوالی چیزی داشتید میتونید بپرسید و امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خب بچه ها خسته نباشید، امیدوارم که این فیلم ها براتون مفید واقع بشه توی امتحانات مدرسه و حتی خیلی از سوالات تستی اینا به دردتون میخوره. توصیه میکنم، بازم میگم چندین و چند بار اینا رو ببینید. امیدوارم که امسال یه نمره خیلی خیلی خوب با این درس‌ها و این فیلمایی که براتون گذاشتیم بگیرید. موفق باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار.